ارزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای ندیمی، اتفاقا همین کمی پیشتر نشریه گاردین مقاله منتشر کرده و مدعی شده که این آتش‌سوزی که در اصفهان کمی پیشتر صورت گرفته بود امروز مربوط هست به یکی از تاسیسات ساخت پهپاد. به نظر میاد که پهپادها دارن نقش بسیار پررنگی بازی میکنن در مناقشات منطقه‌ای. بله، البته گزارش گاردین فکر میکنم دقیق نبوده. اون صنایع ترقه سازی و بارود سازی حدود 16 کیلومتر با هواپیما سازی حصار در شاهنشاه فاصله داشته. ولی خب به استفاده ده رسانه‌ای بوده. ببینید، سنتکام در منطقه حدود 70,000 نیرو داره و جنرال مکینزی حق داره که نگران باشه از تهدید هواپیمای بدون سرنشین کوچک که از هر سمتی ممکنه این تهدید صورت بگیره. در ماه‌های گذشته شاهد این بودیم که به پایگاه‌های آمریکایی در عراق حمله شده، در ماه اپریل بوده، همین ماه اینالاسر گفته شده که حمله صورت گرفته و هیچ کس هم مسئولیتش رو به عهده نمیگیره. عربستان هم در ماه ژانویه همینطور. ایران در گذشته هواپیمای بدون سرنشین مثل یسیر، مثل عقاب در عراق، سوریه به کار برده، اینا رو در اختیار گروه‌های شناخته شده عراقی قرار داده. ولی این تهدید جدید، یعنی هواپیماهای بدون سرنشین کوچیک، کواد‌کوپترهای کوچیک که میتونن 10 تا 15 کیلوگرم ماده مفجره هم بکنن و اگه دقیق به هدفشون بخورن واقعا میتونه تهدید جدی باشه. آمریکا الان 2 سالی هستش که این تهدید جدی گرفته و داره راه‌های مختلف رو برای مقابله با این تهدیدها بررسی می‌کنه و چند مورد رو هم عملیاتی کرده با صرف هزینه‌های قابل توجه که اینا رو در منطقه مسلح کرد. ممنونم از شما، فرزین ندیمی، تحلیلگر مسائل دفاعی امنیتی از واشنگتن دی سی با ما.